همیهنان و بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، خدمت همگی شما عزیزان سلام عرض میکنم و خوشحالم در یک بامداد امریکایی و بعد از ظهر ایران کشور عزیزمون در خدمت شما هستم. به دنبال گفتگوهای مختلفی که با شخصیت‌های سیاسی و صاحب نظران سیاسی در عرصه مسائل سیاست مربوط به کشورمون داشتیم، امروز مهمان گرامی دیگری داریم که ویژگی های خاص خودش رو داره. اجازه بدید بدون صرف وقت در توضیح این مسئله ابتدا شرح حال کوتاهی از ایشون بگم و بعد بریم سراغ گفتگو با ایشون در رابطه با موضوع این برنامه. مهمان عزیز ما امروز آقای مرتضی اسماعیل پور هستند که از سال 83 از طریق وبسایت‌های مختلف به نقد حکومت اسلامی پرداخته است و مدتی هم با رسانه‌های اصلاح طلب به عنوان گزارشگر فعالیت کرده. در سال 86 بازداشت میشه و پس از چندی و بعد از آزادی مجدداً به کار روزنامه‌نگاری و حقوق بشری در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌پردازد. در فاصله این فعالیت‌ها بارها احضار میشه از طرف دستگاه‌های قضایی کشور و بازداشت میشه و آخرین بارم به بهانه کمک به زلزله زدگان ورزقان به زندان تبریز میره. از سال 93 پس از خروج از کشور به صورت مشخص‌تر در زمینه حقوق بشر به خصوص حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی فعالیت میکنه. او در سال 93 کمپین هایی در حوزه بهایی را با اسم های مختلف راه اندازی کرده است و همزمان وبسایت خبرگزاری بهایی نیوز را هم راه اندازی میکنه. مهمترین منبع خبری بوده این وبسایت بهایی نیوز. عرض کنم که در حوزه حقوق بهاییان، البته به خاطر همون عنوانی که داشته، با مجموعه های از سازمان های حقوق بشری ارتباطات نزدیکی داشته و با اونها فعالیت های مشترکی رو انجام داده. عرض کنم که مقالات متعددی در رسانه هایی همچون کیهان لندن، دیدگاه نو، دماوند، گویا نیوز منتشر کرده و ده ها برنامه تصویری در حوزه نقض حقوق شهروندان ایرانی و به خصوص بهایان رو ساخت است. عرضم به حضورتون همونطور که در شرح حالشون اومد اینه که تحصیلات علوم سیاسی دانشگاهی داشتن، روزنامه‌نگاری کردن و به دلیل باورهایی که به دین بهایی یا مذهب بهایی دارن در این خصوص هم فعالیت های ویژه‌ای داشتن. از آقای مرتضی اسماعیل پور تشکر میکنم پیشاپیش از اینکه دعوت من رو پذیرفتن و در این برنامه شرکت کردن. درود بر شما جناب آقای اسماعیل پور عزیز. درود خدمت شما و بینندگان عزیزتون. مرسی که بنده به این برنامه دعوت کردید. در خدمتتون خواهم بود. خواهش میکنم. خب یک کمی سوال کردن از شما نسبت به سایر مهمانای دیگه به نظرم شاید متفاوت بشه، ولی خب به هر حال شروع میکنیم تا ببینیم به کجا میتونیم بکشیم، چون که وقتی یک همیهن بهایی در یک برنامه سیاسی شرکت میکنه معمولا بر اساس باورهای مذهبی همیهنان بهایی ما پرسش رو با طوری طرح کرد که محدودیت‌های زیادی هم برای کسی که میخواد پاسخ بده از لحاظ باورهای مذهبیشون وجود نداشته باشه. ولی خب از اونجا که شما دانش آموخته رشته علوم سیاسی هستید احتمالاً در این رابطه فکر نمی کنم زیاد پیچیدگی و مشکلی پیش بیاد. آقای اسماعیل پور، شما یه روزنامه نگار منتقد حقوق بشری هستید که علیه نقض حقوق بشر فعالیت میکنید. حکومت اسلامی یکی از رژیم هایی است که طی 40 سال اخیر به طور متناوب درباره گروه های مختلف کشور ما نقض حقوق بشر کرده
از وبلاگ نویس و روزنامه نویس و بعد عرض کنم که زرتشتی و سنی و بهایی و حتی جریانات قومی مختلف، این نقض حقوق بشر به طور آشکار وجود داشته. از اونجایی که شما در این حال یکی از فعالان حقوق بشری هم هستید و در این زمینه تجربیات قطعاً قابل ملاحظه دارید، سوال اولم اینه که به واقع فعالیت‌های این نقض حقوق بشری برای از بین بردن این همه تبعیض در طی 40 سال گذشته تا چند اندازه مؤثره؟ واقعاً میشه این رژیم رو نگه داشت و همچنان از طریق سازمان‌های بین‌المللی بهش گفت شما نقض حقوق بشر نکنید لطفاً، و این رژیم هم بپذیره و بگه که عذر میخوام، میبخشید، دیگه این کارا رو نمی‌کنیم؟ نظر شما چیه در این رابطه؟ من پیش از اینکه صحبت هم کنم در این رابطه جواب بدم، اشاره کنم که من به عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اینجا هستم. باورهای شخصی من شاید دخیل نباشه در پاسخهای من، ولی خب طبیعتاً یک سری انگیزهای فکری برای من ایجاد کرده باور مذهبی. با این حال سعی میکنم به عنوان کنشگر و کسی که توی این زمینه بوده پاسخ بدم به سوالات شما، و یقینا مخاطبین شما هم دوست دارن که نگاه یک کارشناس داشته باشن تا نگاه یک فعال مذهبی یا دینی. اما در مورد پاسخ به سوال، ببینید، حکومت جمهوری اسلامی رو تصور کنید در سال 1357، زمانی که انقلاب رو انجام داد، انقلابی که خب نتیجه روحانیت شیعه بود، تفکر سنتی مذهبی بود و پیش رفت. همون زمان، همون اوایل، افراد زیادی رو اعدام کرد، ترور کرد، زندانی کرد و خیلی ها رو تو دهه 60، خب ما تاریخ رو وقتی ورق بزنیم، گواه شاهد تاریخ رو بیاریم، میبینیم که بزرگترین جنایت های حتی قرن رو میشه گفتش حکومت جمهوری اسلامی به نوعی انجام داد، حالا در خاورمیانه البته اشاره کنیم. جمهوری اسلامی روند برخوردش رو با توجه به اینکه سازمان های بین المللی حقوق بشر بهش انتقاد کردن کمی کاهش داد، اما همچنان اون فشارها وجود داشت. ما نمیتونیم دهه 60 رو فراموش کنیم، ما نمیتونیم زندانی سیاسی رو فراموش کنیم، و اونا همچنان در خاطر ما هست، چرا که خیلی ها اعدام شدن، کشته شدن. اما اینکه این فعالیت ها رفته رفته چه تأثیری بر جمهوری اسلامی گذاشت، حکومتی که من کلمه افسارگسیخته رو اینجا اشاره میکنم که واقعا حکومتی که از هیچ جایی تبعیت نمی کرد، از هیچ قانون مدنی تبعیت نمی کرد، مفهوم حقوق بشر رو نمی دونست، و اگر می دونست اون حقوق بشر اسلامی تعریف می کرد و هر نوع دگراندیشی چه سیاسی چه مذهبی رو خب به تیر برخورد خودش قرار می داد. موضوع اینه که 40 سال از این حکومت گذشته، 40 سالی که نتیجه میشه فعالیت های خودش به اینجا که الان همچنان حکومت جمهوری اسلامی هم ترور میکنه، هم زندانی میکنه، هم سرکوب میکنه، هم خواسته مردم انجام نمیده و اصلا براش احترام نمیذاره، و در نتیجه بعد از 40 سال آزمون و خطا ما به این نتیجه میرسیم که حکومت جمهوری اسلامی باید همون سالهای 1361 باید متوقف میشد، این حکومت نباید به اینجا کشیده میشد. اما خب روند حکومت جمهوری اسلامی روند سرکوب مخالفینش رو سرکوب میکنه و حتی تلاش های فعالین حقوق بشر، سازمان های بین المللی نادیده میگیره. اما ما شاهد اون برخورد های اول انقلاب در حال حاضر نیستیم. با این حال یعنی تلاشی که فعالین حقوق بشر کردن، حکومت های مختلف در حکومت های صلح دوست کردن و فشار بر جمهوری اسلامی گذاشتن، نتیجهش این بود که حداقل کاهش فشار رو ما شاهد بودیم، کاهش فشاری که البته به صورت پیوسته وجود داشته، نه اینکه قطع بشه. من معتقدم با این حکومت ما هرگز به صلح و دموکراسی و احترام به دیگری در ایران نخواهیم رسید، و حقوق شهروندی یک لطیفه تلخی هستش که مردم ایران هرگز بهش نخواهند رسید با توجه به این حکومت. البته برای کسانی که خب نزدیک به این حکومت هستن این تعاریف، تعاریف اشتباهی شاید باشه، ولی واقعیت چیز دیگریه. آقای اسماعیل، ممنونم از این که در پاسخ به پرسش من به هر حال اشاره کردید که این حکومت، با این حکومت ما به آزادی و دموکراسی نمیتونیم برسیم.
خب معنا و مفهومش اینه که بعد از 40 سال تجربه، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، این حکومت با سرکوب و با اختناق و به هر حال مرعوب کردن مردم جامعه ما تونسته بر سر کار همچنان بمونه. اما اکنون به نظر میرسه که حداقل از دیمای گذشته تا کنون اعتراضات گسترده ای از سوی مردم کشور ما در شهرهای مختلف علیه وضعیت موجود در ایران شکل گرفته و هر روز ما شاهد بحرانیشتر شدن جامعه هستیم. همین مسئله به اصطلاح تحریم هایی که آغاز داره میشه مرحله دوم و متوقف شدن فروش نفت ایران، حالا گفته میشه که بعضی از کشورها ممکنه یه بخشی از به اصطلاح نفت رو بخرن از ایران، ولی بالا رفتن قیمت دلار مجدداً از یکی دو روز گذشته نشان دهنده یک نوع بی‌ثباتی و نگرانی است که در رابطه با وضعیت اقتصادی به خصوص وجود داره. حالا با توجه به این وضعیتی که پیش اومده و با توجه تاکید شما بر اینکه ما با این رژیم به دموکراسی و آزادی نمیرسیم، قطعاً باید این رژیم رو کنار زد. حالا برای کنار زدن این رژیم بر اساس چه اصولی ما میتونیم بیشترین ائتلاف و یا بیشترین نیروی مخالفین و همچنین بیشترین وحدت و نزدیکی مردم کشور ما رو بتونیم به وجود بیاریم و ایجاد بکنیم که بشه از این رژیم گذر کرد؟ شما این اصولی که میتونه اقشار مختلف جامعه ما رو به هم نزدیک کنه و همدل و همسو بکنه رو در چه چیزهایی میبینید؟ اشاره کنم به این که اصول ما در ایران متاسفانه وقت اون حقوق اولیه رو نداشتیم، یعنی حقوق اولیه شهروندی، بحث آزادی عقیده، باور، دموکراسی، حقوق شهروندی. من فکر میکنم در کمترین موضوعات، یعنی اولیه ترین موضوعات، اگر مردم ایران بهش فکر کنن و باور کنن که میتونن به اونها برسن، بکنم اتحاد خوبی ایجاد بشه. اما اشاره شما در خصوص دیما، من در بخش دومم بعد از این صحبت اشاره میکنم که چه اصولی باشه. دیما اثبات کرد که مردم در ایران این حکومت رو نمیخوان. ببین، اگر در یک شهر بود، دو شهر بود، در تهران بود، در مشهد بود، تهران فقط بود، یا اصفهان یا شیراز، اینا شهرهای تقریبا میشه گفت مرکزی هستن تو بحث اعتراضات، هر کدوم یک جریانی البته پشت اینها هست، جریان فکری که مردم اون مناطق دارن منظورمه. وقتی ما شاهد این هستیم که در جای جای کشورمون، در مناطق روستایی کشورمون هم حتی این اعتراضات وجود داره، یعنی این که این مردم دیگه این حکومت رو نمیخوان. تنها این نگاه کارشناسان و یا کسانی که در زمینه حقوق بشر، فعالین سیاسی که مدعی هستن که باید حکومت بره نیست، در حال حاضر خواسته تک تک مردم هستش. یک زمانی بخشی از مردم تصور بر این میکردن که حکومت میتونه حقوق حداقل اونها رو، حقوق انسانی اونها رو، حقوق اقتصادی اونها رو رعایت کنه. اما ما به این مرحله رسیدیم که مردم هم الان بیش از گذشته، یعنی وجود داشتن هم بیشتر شده. تصورم بر اینه که مردم ایران یک سری چیزها رو به عنوان خواسته های اولیه خودشون تعریف باید بکنن و تعریف کردن. اون هم سکولاریسم، اون هم بحث دموکراتیک بودن حکومت، حکومتی که بر مبنای استبداد باشه، حکومتی که بر مبنای تک نفری باشه. نهایتاً خب ما باز میگردیم به همین انقلاب 57 و باز میگردیم به دیدن افراد در ماه و اینکه در نتیجه خب یک دوره باطلی خواهیم زد و فقط یک عقبگرد. ما الان به حد کافی عقب رفتیم در زمینه کشورمون و آبادسازی کشورمون. من تصور میکنم اون مردم در حال حاضر فقط بر اساس اون چیزهایی که باید حقشون باشه و الان نیست تمرکز کنن. من عذرخواهی هم میکنم اگه یه وقتی صدای من حالت سرماخوردگی داشت، به این خاطر که من همین امروز متاسفانه کمی سرما خوردم و بعضی وقتا صدای من شاید بگیر. عذرخواهی میکنم. نه خواهش میکنم، صداتون خوبه فعلا در حال حاضر. عرض کنم که از اونجایی که شما در رابطه با فعالیت‌های داخل کشور صاحب تجربیاتی هستید و از نزدیک شاهد
فعالیت‌های افراد مختلف در ایران بودید که منتقد رژیم بودن، مخالف بودن، فعالیت‌هایی می‌کردند در عرصه محدوده شاید به اصطلاح صنف خودشون، حالا یا روزنامه نگار یا حقوقدان به هر شکلی، و اینا مرتب جزء کسایی بودن که از طرف رژیم مورد فشار قرار می گرفتن. اشارتون به مسئله اعتراضات مردم هم و اهمیت دادن به اون رو هم باید در نظر بگیریم. و بعد این سوال پیش خواهد اومد، با توجه به تجربه شما، آیا در شرایط کنونی در ایران امکان به اصطلاح ایجاد یک نهاد مدیریتی برای اعتراضاتی که در ایران صورت میگیره آیا وجود داره به نظر شما؟ آیا این رژیم میتونه بپذیره یک نهادی رو که بتونه این جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی رو تبدیل به یک جریان سیاسی وسیع و گسترده بکنه و او رو تحمل بکنه به نظرتون؟ خب حکومت هیچ وقت منتقد خودش رو تحمل نمیتونه بکنه، اما اون چیزی که نیاز جامعه ما هستش واقعا یک مدیریت گذاری وجود داره که باید برنامه ریزی داشته باشه، باید بتونه هدفمند و برنامه، یعنی سازماندهی شده یک سری جریانات کنار همدیگه قرار بده و بتونه خب در نتیجه یک انگیزه هایی در بدنه جامعه ایران ایجاد کنه. ببینید یک سری از اعتراضات در ایران، هرچند مثلا من اعتراضات کامیونداران و بعد از بحث کارکنان توانی رو بحث نفت بزرگترین اعتراضات ایران میدونم، ولی موضوع اینه که این هدفمند به صورت کامل نبود، یعنی بخش های دیگه جامعه رو در بر نمی گرفت، اعتصابات ایجاد نمی شد، در کنار اون قشر های دیگه کم کم داشتن می پیستن که اون اعتصابات اعتراضات کم رنگ شد. چک یک نهاد، به خصوص نهادی که اصلا از نامش هم پیداست به عنوان یک کارگروهی که برای گذار باشه، در حال حاضر نیازه. نیازهاش به این خاطره که من به عنوان کسی که خب کار در رابطه در روزنامه های استاتر به عنوان یک مصاحبه میگرفتم، کار گزارش انجام میدادم و جریان فکری من متفاوت بود، اما موضوعی که من به عنوان یک روزنامه‌نگار در داخل ایران زمانی که بودم یا یک فعال حقوق بشر زمان ایران که بودم، خب محدود بودم. شرایطم برای این بود که سعی میکردم مطالبی که دارم، گزارشاتی که دارم به بیرون از کشور انتقال بدم که آز در یک گردش آزاد اطلاعات به رسانه‌های مختلف برسه و اون صدای معترضین داخل ایران و یا صدای زندانیان رو خب بازتابش بدم. تصورم برای اینه که در داخل ایران هرچند فعالین بزرگوار و خیلی ارزشمندی در ایران دارن کار میکنن و محترم هستش کارشون، اما محدود هستن. اگر یک کمیته‌ای به شکلی خب یقینا ایجاد شده، من میبینم فعالیت‌های این عزیزان رو، این کمیته‌ها، این کارگروه‌ها، این تشکل‌ها یک جورایی صدای مردم هستن و اگر این صدا از نهادهای این چنینی خارج نشه، اون صدا کمرنگ‌تر خواهد بود و ما اون صداهای داخل ایران رو از لایه‌های مختلفی خواهیم شنید که تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت. این کمیته‌ها این نقش رو دارن که هم به عنوان یک هماهنگ کننده باشن و هم به عنوان یک جریان ساز باشن. طبیعتاً این رو در حال حاضر برای ایران با توجه به این که خب جمهوری اسلامی در بحران‌های عمیقی به سر می‌بره، بحران‌هایی که اونو به لبه پرتگاه رسونده و خودشون هم البته به این باور دارن و الان از اشکال مختلف دارن فرار میکنن، اختلاس میکنن، که همون نام دزدی، من نمیدونم چرا کلمه اختلاس رو اینقدر دوست دارن استفاده کنن ولی به دزدی میرسه، کلمه دزدی استفاده، دزدی دارن میکنن جیب مردم و دارن فرار میکنن. هر کدوم از اینها به یک جای در رفتن و یا فرزندانشون رو فرستادن، یعنی این لبه پرتگاه خیلی از گذشته مشهودتره و من تصور میکنم این جور چیزها برای الان لازمه، بخصوص اینکه اگر یک تغییراتی در ایران شکل بگیره و جمهوری اسلامی فرو بپاشه و ایران فرو نپاشه، در نتیجه ما نیاز به همچین کمیته‌ای داریم که از قبل برنامه‌ریزی کرده باشن. آیسپورت بود، اگرچه شما یه اشاراتی داشتید توی صحبت‌ها که تا بال انجام دادیم با هم دیگه، من یک مقدار مشخص‌تر این پرسش رو باهاتون در میان میگذارم و اون این هستش که با توجه به شناختی که شما از
جامعه ایران، فرهنگ ایران دارید و تأثیری که به هر حال مذهب شیعه‌گری در ایران داشته در بین ما ایرانیان، و با توجه به اینکه شما از جامعه بهایان ایران هم هستید و تجربیاتی هم در اون زمینه دارید، به واقع فکر میکنید که چه ساختار حکومتی در فردای انحلال حکومت اسلامی ایران میتونه به وجود بیاد که کمترین، حالا طبیعتا همه تبعیضات اجتماعی یک شبه از بین نخواهد رفت. ما حتی در کشور غربی هم شاید گاهی وقتا به مواردی برخورد بکنیم که نوعی تبعیض رو در اونجا هم بشه حس کرد، اما خب نه به اون شدتی که در کشوری مانند ایران وجود داره. سوال من اینه که به نظر شما چه نوع ساختار حکومتی میتونه در فردای سرنگونی حکومت اسلامی ایران بر سر کار بیاید که کم و بیش با تبعیضات مختلف، تبعیضات دینی، تبعیضات جنسیتی، تبعیضات قومی، تبعیضات طبقاتی و غیر و غیره رو به یک حداقل به تعادلی برسونه؟ این ساختار حکومتی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ خب طبیعتا من به عنوان یک روزنامه‌نگار دوست دارم اینجا جواب بدم تا یک باورهای شخصیم و یه فعال حقوق بشر و حقوق ادیانی که خب سالها برای این موضوع کار کردم، با پیروان ادیان مختلف فعالیت داشتم و برای اونها حداقل در زمینه حقوق بشر کارهای انجام دادم و درد دلهاشون، از شرایطشون در ایران خب آگاه هستم و در این زمینه پژوهش کردم. موضوع اینه که من حتی باور بر این دارم که شیعیان هم در ایران تحت ستم هستن، بخشی از شیعیان. ما در حال حاضر شاهد یک دینی به عنوان دین یک مذهبی از میخوام یک جریان مذهبی به عنوان مذهب شیعه 12 امامی ولایت مطلقه فقیه هستیم. یعنی کسانی که در این جریان هستن، در این تفکر فکری هستن، از آماج فشار حکومت جمهوری اسلامی خب در امان خواهند بود، و کسانی که حتی شیعه هم باشن ولی خب ولایت فقیه قبول نداشته باشن تحت ستم خواهند بود. اما در مورد کلیت، فارغ از اون بحث مسلمانان و شیعیان به خصوص، موضوع اینه که در ایران هیچ دگراندیشی حضور نداره که تحت ستم نبوده باشه و یا نباشه. در حال حاضر بسیاری از اهل دوستان ما در مناطق اهل سنت خب در فشار محض هستن، در فشار مضاعف هستن، بحث محرومیت‌های شهریشون به کنار اون بحث اون برخورد با اون تفکرشون هستش. مسیحیان، نوکیشان مسیحیان و یا خب یهودیان و بعد از اون مندائی ها و و و به خصوص بهائیان، موضوع اینه که همیشه در حکومت جمهوری اسلامی تحت ستم بودن. به نظر من به عنوان کسی که خب الان میخوام این نظر رو در مورد این سوال شما بدم، اینه که حکومت آینده باید یک حکومتی باشه که به معنای واقعی سکولاریسم رو رعایت کنه و اون سکولاریسم کردن حکومت نیاز هستش. ببینید در جامعه‌ای که به باور فرد احترام نذاره، به دو شکل اون فرد تحت ستم است: یک به عنوان شهروند، دو به عنوان یک فرد باورمند. وقتی این دو رعایت نشه، یعنی حکومت خب حکومت مورد ایدئال نیستش. اما حکومت بعدی چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه فارغ از اون بحث سکولاریسم؟ اینه که اگر البته اشاره کنم یک حکومتی که سکولاریسم باشه، یقینا به دموکراتیک بودنش باید ایمان آورد و باور کرد که این حکومت این قدرت داره که به سمت آبادسازی کشور پلورالیسم های مختلفی رو رعایت کنه، که یکیش بحث مذهب هستش. حکومتی که حتی به دیگر اندیشان مذهبی یک بخش این رعایت کنه، اجازه بده فعالیت کنه، یک بخش هم به مخالفین حتی کسانی که باورمند هستن. یه وقتی که ما آزادی کامل در عقیده داشته باشیم، آزادی که موجب ضرر و تحمل بر دیگری نشه، خب این حکومت ایدئالیه. ما در حال حاضر در کشورهای مختلف توسعه یافته اینو میبینیم، در کشورهای خب در به طور مثال اروپایی و یا امریکایی شاهدی نسیم، کشورهایی هستن که وقتی از زمینه مذهبشون فشاری نباشه، مشکلی نداشته باشه، خب ما شاهدی نسیم که افرادی هم که دیگراندیش هستن در همون کشورها حضور خواهند داشت. الان در حال حاضر بسیاری از دیگراندیشان مذهبی، یهودیان، بهائیان، مسیحیان،
اگر افرادی بودن که میتونستن کشورشون رو آباد کنن به خاطر همین مشکلاتی که در ایران وجود داره مجبور به مهاجرت شدن و تبعید اجباری رو پذیرفتن و اگر این افراد بودن خب ایران مثلا آباد میشد. حکومت بعدی باید حکومتی که باشه برای تمامی مردم باشه، نه برای یک قشر مشخص، نه برای یک مذهب مشخص، نه برای یک تفکر مشخص، بلکه حکومتی که باشه بر اساس قانون و رعایت موازین حقوق بشر. ما اصول حقوق بشر رو داریم، قوانینی که در سازمان ملل مورد تایید همگان قرار گرفته و کشورهای مختلف امضا کردن، من جمله ایران که البته هرگز اجراش نکرده. جمهوری اسلامی از میخوام، نه ایران. عرض کنم آقای اسماعیل پور، شما اشاره کردید به وجود اقشار گوناگون ناراضی در حکومت اسلامی در جامعه کنونی ایران. جامعه بهایان ایران، هموطنان بهایی ما هم یکی از اقلیت‌های قابل ملاحظه در کشور ما هستند که متاسفانه از آغاز پیدایش حکومت اسلامی در ایران در سال 57 تا به امروز این گروه به طور به هر حال مرتب مورد فشار و آزار و اذیت قرار گرفته و از بسیاری از امکانات جامعه، همین امکانات محدودی که وجود داره، از جمله امکان تحصیل در دانشگاه محروم شدن و امکان کار، کار دولتی، حتی کار خصوصی هم براشون به سادگی میسر نیست. در بعضی از شهرها گاهی وقتا میشنویم حتی امروز هم که مشکلاتی براشون ایجاد میشه. برای این که بشه این حکومت رو از سر راه برداشت، واقعیت اینه که همه مردم کشور ما باید دخالت داشته باشن. یعنی ما نمیتونیم امیدمون رو فقط به کامیون داران ببندیم یا به کشاورزانی که آب ندارن مثلا در اصفهان دست به قضا حساب میزنن، یا به معلمان یا به بازنشستگان. همه اقشار و طبقات جامعه ما به نوعی زینف هستن برای به اصطلاح انحلال این حکومت. البته من ازتون پیشا پیش عذر میخوام، چون شما گفتید که من به اصطلاح به عنوان یک روزنامه نگار و یک تحلیلگر سیاسی در این برنامه شرکت کردم، ولی خب حالا شما روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هستید که در این حال بهایی هم هستید و کمتر این اتفاق میفته که معمولا ما با یک هموطن بهایی خودمون که در عرصه مسائل حقوق بشر، مسائل روزنامه نگاری و نقد مشکلات جامعه بخوایم به گفتگو داشته باشیم، و این فرصت رو باید غنیمت شمرد. برای تشکیل یک شورای مدیریت برای این وضعیت موجود که بشه ازش عبور کرد از این رژیم و همونطور که خودتون گفتید یک جامعه دموکراتیک، یک ساختار حکومتی دموکراتیک و سکولار ایجاد کرد که همه یک گروه های مردمی بتونن در سایه اون دموکراسی و اون سکولاریسم به هر حال هم فعالیت کنن، هم زندگی شرافتمندانه ای داشته باشن. شما فکر میکنید که هممیهنان بهای ما، چون اونها هم برای خودشون تشکلهای معینی دارن مثل بعضی از گروه های دیگه، چه به عنوان تشکیلات، چه به عنوان به اصطلاح جمعی که به یک مذهب خاص اعتقاد و باور دارن، تا چه حد مایل هستن و تا چه حد تمایل دارن که برای اون شورای مدیریت نمایندگانی رو در نظر بگیرن و در کنار نمایندگان گرایشات سیاسی و یا گروه های مختلف اجتماعی، جامعه هنرمندان ما، روزنامه نگاران ما، ورزشکاران ما، سینماگران و بسیاری از گروه های اجتماعی دیگه، کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، همه اینها و اقوام ایرانی، کردها، بلوچها، همه اینها به نوعی دست در دست هم و در یک به اصطلاح شورای عمومی که هدف خاص و معینی هم در نظر داشته باشی که ما میخواییم این رژیم رو برداریم، یک ساختار حکومتی نوین بر اساس معیارها و ارزشهای حقوق بشر و جوامع پیشرفته و مدرن امروز ایجاد بکنیم. سوال من اینه که هممیهنان بهایی ما تا چه اندازه حاضر هستن کمک کنن که یک چنین شورای شکل بگیره و بتونه
با همسویی و ائتلاف وسیع‌تری به این هدف دست پیدا بکنیم. خب اگر من تکرار میکنم این موضوع به این خاطر که بعضی از دوستان براشون سوء تفاهم پیش نیاد که من مواضع تشکیلات بهایی رو اشاره میکنم، چون مواضع شخصی من به عنوان کسی که باور به این مذهب دارم فارغ از نگاه شاید تشکیلات باشه و یعنی این برداشت‌های شخصی من یه وقتی دوچار اشکال نشه. موضوع اینه که در حال حاضر اولا من تفکیک میکنم این موضوع رو که فعالیت سیاسی به عنوان کسی که خب دانش آموخته این موضوع بودم، رشته علوم سیاسی بودم و فعال سیاسی خیلی نزدیک به هم هستن، اما یک جاهایی میتونه فعال حقوق بشر فعالیتایی داشته باشه که آنچنان سیاسی نباشه اما در حوزه سیاست باشه، یک جدایی مرز خیلی بسیار باریکی دارم. و حالا به صورت شخص من افراد دیگه هم الان میشه اشاره کرد، یعنی صرفا بنده نیستم که در حوزه حقوق بشر هستم، بسیاری از فعالین من میشناسم که در این حوزه هستم و باور به آیین خاص حالا به صورت مشخص هم بهایی دارن و آیین بهایی اصولا سیاست ورزی رو نهی میکنه و میگه خب فعالیت سیاسی انجام نشه، ولی در راستای آبادسازی کشور ما اگر بخوایم تاریخ ایران رو نگاه کنیم بسیاری از چهره های آبادگر ایران بهایی بودن، اولین ها به طور مثال در بحث سازمان و هواشناسی، بحث آناتومی بدن، بحث تلویزیون در ایران و خیلی مسائل مختلف در ایران نقش داشتن و به نوعی حتی ما ارتش بودهایی داشتیم که بهایی بودن اما خدمت به ایران میکردن. از خواهی میکنم اگه صدای دیگه هم داره پخش میشه. و موضوع اینه که این نگاه بهاییات به دور از آبادسازی کشور نیست، به دور از مشارکت‌های اجتماعی و مدنی نیست. تفکر بهاییان اینه که تساوی کامل زن و مرد هستش. شاید از نظر حکومت این فعالیت سیاسی ترین فعالیت محسوب میشه، ولی خب این تفکر تو آینه بهایی هستش. من نمیخوام تبلیغ آینه بهایی کنم و صرفا فقط بحث این میکنم که نگاه بزرگان آینه بهایی همچون عبدالبها پسر پیامبر آیین بهایی این بودش که بحث توسعه سیاسی رو برای اولین بار در ایران مطرح کردن، بحث دموکراسی سیاسی رو مطرح کردن. این نوع تفکرات در زمان قبل از مشروطیت تفکرات مدرنی بود، تجددخواهانه بود و خیلی ها بر این باور دارن که حتی اون نگاه های این بزرگوار جزو همون چهار کتاب اصلی بود که منجر به انقلاب مشروطیت شد. اما اینکه در حال حاضر من توضیح مقدماتی دادم که به اینجا برسیم که در حال حاضر بهایی ها بی تفاوت نسبت به کشورشون نیستن، یعنی شهروندان بهایی هم احتمال داره مغازه‌داری باشه که بارها مغازش پلم شده و الان نسبت به گرانی اعتراض داره، شهروندهای مختلفی در جامعه از شغل‌های مختلفی هستش که بهایی ها به سختی تونستن البته وارد این شغل‌ها بشن چون مشکلات شغلی بسیار دارن، اونها هم جزو این جامعه هستن و معترض. پس من فکر میکنم فارغ از اون بحث سیاست ورزی و حضور مستقیم مثلا در یک تشکل سیاسی، البته تشکل‌های محیط زیستی الان 25 شهروند بهایی در دو ماه اخیر فقط به خاطر اینکه فعالیت محیط زیستی داشتن بازداشت کردن، البته اتهام تبلیغ علیه نظام بهشون هم زدن، ولی خب اینها در جای جای این کشور ما سهیم هستن و دارن کار میکنن. این که تشکیلات بهایی وارد همچین کارزارهایی بشه خب مشخصا نمیشن، اما بارها و بارها در بیانیه‌ها، در پیام‌هایی که از طرف مرکز جامعه جهانی بهایی بوده و سخنگوهاشون، کسانی که در سازمان ملل هستن، در کشورهای مختلف هستن، بارها این موضوع حکومت استبدادگر رو که اجازه برای نمیده که دیگران شام به خصوص بهایان در ایران زندگی آرامشی داشته باشن و اختناق اقتصادی ایجاد میکنن رو مطرح کردن. تشکیلات بهایی به خاطر اینکه در سطح جهان پراکنده هستش خب مشخصا اجازه اینه نمیده که تشکیلات بهایی وارد این جریانات بشن، به خاطر همون مشکلاتی که بعد از اون پیش خواهد آمد. الان در حال حاضر یکی بهایی بیاد یک سخنرانی انجام بده، حکومت جمهوری اسلامی برچسب‌زنی خودش رو شروع می‌کنه، میگه کل اعتراضات از بهائی‌ها شروع شده و یک سری اون بحث‌های ملاحظاتی که شاید خود بهائی‌ها جامعه بهائی داره انجام میده. اما از نظر فردی ببینید اشاره کردم شهروندان بهائی جزء
جدایی ناپذیر جامعه ایرانی هستند. دینی که از خود ایران آغاز شده، مهدش ایران بوده، در دوران در 174 سال گذشته خودش در فشارش مضاعف بوده و در حکومت جمهوری اسلامی وحشتناک این فشارها زیاد شده و طبیعتاً من به عنوان یک فرد دیدگاه شخصی خودم اینه که این حکومت تا زمانی که باشه یقیناً روی آرامش نه تنها بر بهایی بر تک تک اعضای این جامعه ایرانی نخواهد آمد و طبیعتاً افرادی مثل من مایل به همکاری از حالا نه به صورت سازمانی ولی خب به صورت همیاری همفکری هستن و تک تک شهروندان ایرانی همیاری میکنن برای آبادسازی ایران. من تصورم برای اینه که آبادسازی کشور جزو خب اولویت های هر فرد هسته، چرا که نه تنها خودش و خانوادش بلکه نسل های بعدی از خودش هم در اون کشور خواهند بود و اگر کشوری باشه که نتونن توش زندگی کنن طبیعتا مجبور میشن مهاجرت کنن و مشاهده مهاجرت های زیاد هم هستیم. البته آقای اسماعیل شما از به اصطلاح عنوان خوبی استفاده کردید و گفتید که بهائیان به آبادانی کشور و جامعه خودشون باور دارن، یعنی این رو جزو شاید دستورات آیین خود بهائیگری میشناسن بر اساس توضیحات شما. بنابراین همطور که در کل صحبت‌های شما کاملا مشهود بود اینه که حکومت کنونی در ایران یکی از عوامل اصلی است برای پیشرفت و برای آباد ساختن کشورمون و همطور که شما میدونید وضعیت کشور ما هر روز چه از لحاظ محیط زیست شما اشاره کردید و چه از لحاظ به اصطلاح پیشرفت در زمینه تکنولوژی، صنعت، تولید، کشاورزی هر روز به وضعیت بدتری ما داریم دچار میشیم. یک سرزمینی با این وسعت و با این امکانات و با این ثروت‌های طبیعی مردمانش تبدیل شدن به یکی از فقیرترین مردمان جهان و این در قرن 21 یک چیز برحال عجیب و غریبی است. بنابراین من فکر میکنم بر اساس همین آیین دین بهائیگری این مانع باید از سر راه برداشته بشه. تا زمانی که این مانع وجود داره طبیعتا آبادانی به وجود نخواهد اومد. بسیاری از فرزندان خانواده‌های امیهن بهائی ما در طی این 40 سال گذشته همطور که حتما شما بهتر میدونید از ادامه تحصیل محروم شدن، به دانشگاه‌ها و مدارس خانگی پناه بردن و قطعا چون اونجا مدرک تحصیلی هم نمیتونن بگیرن موفق به کار نمیشن و حتی اجازه ندادن که کمک هایی هم اگر قراره به عنوان کمک های انسانی از سوی جامعه بهائیان ایران انجام بگیره برای سایر هموطنانشون همه اونها هم مانع شدن. شما گفتید مغازه هاشون رو پلم میکنن و چیزهایی از این دست. بنابراین فکر نمی کنید که شرکت در یک ائتلاف، شرکت در یک حرکت اسمش الزاماً چرا بگذاریم سیاست برای آبادانی کشور جز آیین بهائیگری است، برای وظیفه دارن بهائیان برای آبادانی کشور فعالیت کنن، کوشش بکنن. خب مانع اصلی هم تو که عرض کردم و شما اشاره کردید حکومت اسلامی است، بنابراین آیا توجیه پذیر نیست که برای برداشتن این مانع جامعه بهائیان ایران نیز باید به سهم خودشون وظایفی رو به عهده بگیرن؟ خب طبیعتاً اینو باید سخنگوی جامعه بهائی نسبت به این موضوع پاسخ بدن، اما نظر شخصی من اینه که ببینید شاید حالا من جملهش رو شاید خوب نگم اما اونها هم در این راه قدم دارن برمی‌دارن اما به اون شکل و شمایل و تفکری که خودشون باور دارن، مثلا کل جامعه بهائیان در بحث آبادسازی خب طبیعتا من اشاره کردم ما خودمون تو خبرگزاری بهائی بیش از 34 برنامه فقط در مورد نام‌آوران جامعه بهائی و خدماتشون مثل آقای هوشنگ سیحون یا حسین امانت که همین میدان شهیاد، میدان آزادیشون ساختن و بسیاری از بیمارستان میساقیه که آقای مهدی میساقی ایجاد کرد و بعد مصادره کردن با آقای احمد خمینی نامش گذاشتن،
در بحث آبادسازی خب حضور داشتن و خواهند داشت و حتی در پیام‌هایی که از طریق مرکز جامعه جهانی بهایی به شهروندان بهایی در ایران و سراسر جهان ارسال میشه، بخصوص در ایران، تأکید بر آبادسازی وجود داره. اما اینکه ائتلاف کنن با جریان‌های دیگر که خب حالا شاید بحث مذهب فقط این وسط متفاوت باشه و در این جریان بحث آبادسازی کشور بجز بحث مذهب ما هیچ اختلافی، هیچ تفاوتی وجود نداره. یعنی به طور مثال اگر یک من فرد مثال میبرم، یک شخصی در مدیریت گذار هستش، در جریان هستش، در ائتلاف گذار هستش و یا اصلا به صورت یک گروه کوچکتر به صورت گذار هستش که به حکومت رو از اون جایگاهش بکشه کنار که جایگاهش نیست، شاید این ائتلاف نباشه به خاطر اون که اون شبهاتی که ایجاد میشه و یا برداشت های فردی از اون تعالیم مذهبی هستش. نظر شخصی من اینه که تابویی که در جمهوری اسلامی در خصوص جامعه بهایی ساختن کم کم شکسته شده و این تابو مانع خیلی از مسائل بودش. متاسفانه حتی برداشت های نمیگم به صورت کامل بلکه به صورت خیلی جز برداشت های هم از طرف خود مردم وجود داره و هنوز عدم آگاهی در جامعه ایرانی وجود داره در خصوص بهاییان که اونها رو با شبهاتی که اسم میارن متهم میکنن. در نتیجه تو بحث گذار من فکر میکنم حالا اگر به صورت مشخصا حضور پیدا بشه ایرادی نداره، اما اگر اون برداشت های شخصی رو نگاه کنیم، تفکرات شخصی رو نگاه کنیم و قرائتش رو از این موضوع نگاه کنیم، میبینیم که خب ناخواسته وارد جریانات سیاسی میشه. یعنی من میگم اون مرز بین حقوق بشر و فعال سیاسی مرز بسیار باریکیه و خیلی وقتا فعال حقوق بشر فعال سیاسی هم میشه، یک اکتیویست سیاسیه و مشخصا نقد میکنه حکومت و فارغ از مسئله نقد حقوق بشر. من برای این سوال خیلی نمیتونم پاسخ دقیقی بدم، فقط میتونم از این بابت بگم که همه کنار هم هستن، چون این حکومت حکومتی که به همه، من یک بار یک مصاحبه گفتم عدالت جمهوری اسلامی نباید فراموش کنیم چون در تمامی اقشار و صنوف داره بی‌عدالتی میکنه، ظلم میکنه. یعنی عدالتش رو تقریبا تو این قضیه حداقل داشته، فقط بعضی وقتا عدالتش بیشتره برای بعضیا، ظلمش همیشه هست. آقای اسماعیل پور، من خیلی خوشحال شدم که امروز با شما به عنوان یک فعال حقوق بشر، یک روزنامه‌نگار، یک هم‌میهن در این حال باورمند به آیین بهایی‌گری گفتگو کردم، به دلیل اینکه شما هم از دید کارشناسانه هم از دید یک دانش آموخته رشته علوم سیاسی و اجتماعی به پرسش های من پاسخ دادید، هم کوشش کردید بر اساس باورهای آیین بهاییگری هم به این مسئله بپردازید. به نظر من پاسخهای شما در هر دو شکل منطقی و به اصطلاح امیدوار کننده است و من امیدوارم سایر هممیهنان و به خصوص مسئولین جامعه بهاییان ایران به این برنامه توجه نشون بدن و اون رو ببینن و مشاهده کنن که به هر حال در بین نسل جوان جامعه بهایان ایران نگاه منطقی تری نسبت به مسائل سیاسی کشور ما وجود داره. من عمدن دلم میخواد در گفتگوی که با شما کردم از واژه سیاست و کار سیاسی کمتر استفاده بکنم و همون عنوانی که شما استفاده کردید، برای آباد ساختن ایران ما همه ایرانیان، چه باور مذهبی داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه معتقدین به باورهای گوناگون مذاهب گوناگون و اقوام گوناگون، زبانهای گوناگون، طبقات گوناگون اجتماعی، راهی نداریم که در کنار هم بیستیم و برای آباد ساختن کشورمون با همدیگر کوشش بکنیم. ممنونم که دعوت منو پذیرفتید. من سپاسگزارم از شما که بنده دعوت کردید در این برنامه و یقینا تلاش کردم به عنوان یک فردی که حالا کنار وایستاده و سعی میکنه که ایرانش رو آباد کنه، یک قدم کوچیکی هم حتی بتونه بردارم و در خدمت شما بودم.
خواهش همچنین مخاطبانتون. ممنونم از شما جناب آقای اسماعیل پور عزیز. خب بینندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق آقای مرتضی اسماعیل پور گرامی، مهمان برنامه امروز، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا فردا شاد و پیروز و سربلند باشید.